سلام خوش آمدید به رویدادهای از جهان. وزیر دفاع سوریه میگوید اسرائیل از تروریست‌ها در این کشور حمایت میکند و در تلاش از هم پاشیدن ارتش این کشور است. جاسم الفریج میگوید با وجود همه این تحرکات سوریه دارای ارتش قوی و آموزش دیده است و هرگز شکست نخواهد خورد. و میگوید تلاوی برای تخریب زیرساخت‌های دفاعی هوایی سوریه اقدام کرده و با حمایت از شورشیان خواستار تخریب سیستم دفاعی هوایی این کشور است. اظهارات وزیر دفاع سوریه در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته بشار اسد نیز اسرائیل را به ایجاد بی‌ثباتی در کشورش متهم کرد. جاسم الفریج معاون فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع سوریه در تازه‌ترین اظهاراتش از تحرکات اسرائیل برای از هم پاشیدن ارتش این کشور خبر داده است. آقای فریج می‌گوید اسرائیل با در اختیار گذاشتن تجهیزات در دسترس تروریست‌ها تلاش می‌کند تا ارتش سوریه را از هم بپاشاند و می‌گوید روز نیست که گروه‌های مسلح در این کشور تجهیزات دفاعی هوایی و رادارها را مورد هدف قرار ندهند و در تلاش تخریب سیستم دفاعی هوایی هستند. وزیر دفاع سوریه از انتقال تجهیزات مهم ارتش به نقاط امن و دور از دسترس شورشیان نیز خبر می‌دهد. این مقام نظامی سوریه میگوید که شکست توطئه‌های غربی ها برای سقوط حکومت سوریه آنان را وادار کرده است تا طرح سقوط حکومت را از داخل کشور به پیش ببرند. وی تاکید کرد که امکانات و تجهیزات نظامی و مالی فراوانی در این راستا هزینه شده است و گروه های مسلح در تلاش از بین بردن زیرساخت های سوریه هستند و در درجه اول میخواهند شهروندان سوریه را از بین ببرند. اظهارات وزیر دفاع سوریه در حال ابراز می شود که اخیراً بشار اسد رئیس جمهور سوریه در واکنش به حمله جنگنده های هوایی اسرائیل در بخشی از این کشور آن را مداخله آشکار این رژیم دانسته و اسرائیل را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در کشور کرد. چهارشنبه هفته گذشته جنگنده های اسرائیل یک مرکز تحقیقات نظامی سوریه را در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بمباران کردند که واکنش های شماره از کشورهای جهان را برانگیخت. ایران و گروه پنج به علاوه یک توافق کردند تا دور تازه مذاکرات اتمی در 26 ماه فوریه به میزبانی قزاقستان برگزار شود. بر اساس گزارش رسانه های ایران که به نقل از شورای عالی امنیت ملی به نشر رسیده، علی باقری معاون شورای امنیت ملی در گفتگو با معاون کاترین شتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این توافق رسیدند. سخنگوی خانم شتون با تایید توافق صورت گرفته ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات پیشرو منجر به پیشرفت در توافقات درباره برنامه هسته‌ای ایران شود. این مذاکرات پس از 8 ماه صورت میگیرد. نشست‌های استانبول، بغداد و مسکو 3 دور نشست‌هایی بود که گروه 5 بر علاوه 1 با ایران داشتند. رجب طایب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، اما انتظار بیش از حد در این خصوص قابل بخشش نیست. او میگوید ترکیه بیش از 50 سال است که خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، اما وجود موانع از سوی کشورهای عضو اتحادیه مانع پیشرفت ترکیه شده است. از سوی هم آقای اردوغان میگوید پس از این اروپا به حضور ترکیه در این اتحادیه سخت نیازمند است. اظهارات نخست وزیر ترکیه در حال صورت میگیرد که وی چند پیش صریحا شانگهای را از اتحادیه اروپا قدرتمندتر دانسته و اعلام کرد که در صورت پذیرش ترکیه در شانگهای، انقره دیگر تمایل به عضویت در اتحادیه اروپا نخواهد داشت. بسته ورزشی با فردین فردوس. ورزشکاران رشته پهلوانی ولایت بلخ از بی‌توجهی کمیته ملی المپیک در خصوص برگزاری مسابقات این رشته شاکی‌اند. به گفته این ورزشکاران چندین سال است که کمیته ملی المپیک کشور مسابقات ملی این رشته را برگزار نکرده و این کار باعث عقب مانی ورزشکاران این رشته شده است. ما از کمیته المپیک پهلوانی تقاضا را داریم که باید کشتی ها را برگزار کنه و حداقل در سال 2 کشتی یا 3 کشتی باید برگزار شود تا جوانان رشد کنه، جوانان زحمت میکشند، زحمت های شدر نره. ما آمادگی زیاد گرفتیم که ما از کمیته المپیک کابل با ما دعوت شود مسابقات جوانان، نوجوانان و تیم کودکان. ورزش کشتی یا پهلوانی یکی از ورزش های سنتی کشور به شمار می رود و از دیر زمان بدین سو افغانستان افتخارات زیادی را در این رشته در سطح جهان کسب کرده است. Djokovic's play early in the match
فدراسیون جهانی تنس امروز جدیدترین رده‌بندی بهترین تنیسورهای جهان را اعلام کرد که بر اساس آن نوواک جوکویچ سربستانی با 12960 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد. پس از وی راجر فدرر سوئیسی با 10265 امتیاز و اندی موری انگلیسی با 8480 امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. به همین گونه داوید فرر اسپانیایی، رافائل نادال اسپانیایی، توماس بردچی چیکی، خوان مارتین دل پدروی آرژانتینی، ژوئل فرتسونگای فرانسوی، یانکو تپسارویچ سربستانی و ریچارد گاسکای فرانسوی به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم بهترین تنیسورهای جهان قرار دارند. مسابقات لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا امروز با انجام 8 رقابت پیگیری شد که در مهمترین دیدار واشنگتن موفق شد با حساب 98-90 لس آنجلس کلیپرز را شکست دهد. در دیگر بازی‌های حساس ایندیانا پرسس 111-101 شیکاگو بولز را برد، ساکرامنتو کینگز 91-98 یوتا جاز را مغلوب کرد، دالاس ماوریکس 91-112 بر اوکلاهاما سیتی باخت و شارلوت باکبت 94-99 در برابر میامی هیتس ناکام ماند. تا پایان مسابقات امروز تیم‌های میامی هیتس با 31 پیروزی و 14 شکست و سان آنتونیو با 38 پیروزی و 11 شکست در صدر جدول های کنفرانس شرق و غرب قرار دارند. چگونگی وضعیت هوای فردا هم تقدیمتان می شود. شب خوش داشته باشید. توجه نمایید به پیشگویی وضعیت هوای فردا در چند ولایت کشور که بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. کندز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. و سرانجام ولایت کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین آن 2 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.